سوال 175. اگر دمای مطلق گازی را 44 درصد افزایش دهیم، سرعت انتشار صوت در آن چگونه تغییر میکند؟ ببینید بچه ها، اول ببینیم در گازها سرعت از چه رابطه به دست میومد. آفرین، رادیکال گاما آر تی اموم. یه سوال ازت دارم، تو اگه گاز رو گرم کنی، گاما یعنی نوع گاز، تک اتمی، دو اتمی، چند اتمی، ذره اتمی، سیته تغییر میکنه؟ نه. جرم مولکولیش عوض میشه؟ نه. آرم که عدد ثابته. پس اون چیزی که تغییر میکنه وقتی دما تغییر کنه، فقط و فقط دما هست که رو سرعت تاثیر میذاره. این یه نکته. نکته دوم، مگه ما نگفته بودیم هر وقت درصد تغییرات خواستید حساب کنید، اول باید نسبت به دست بیارید؟ پس زمانی که من میخوام نسبت ثانویه به اولیه رو برای سرعت بنویسم، فقط دما رو دخالت میدم، چون بقیه پارامترها تغییر نکردن. سوال چی گفته؟ گفته دما رو 44 درصد بردیم بالا. 44 درصد بردیم بالا یعنی میشه 1.44 صدومت 1. پس میام جاگذاری میکنم، حاصل میشه 1.44 صدومت 1 تقسیم بر تی 1. تیا با هم خط میخورن، جذب میگیریم، میشه 1.2. یعنی وی 2 ما برابر میشه با 1.2 وی 1. بچا 1 مبنا بود، از 1 بالا بره میگیم زیاد شده، بیاد پایین میگیم کم شده. نگاه کن، 1.2 شده، پس کاهش نمیتونه پیدا کنه، همه افزایش پیدا کنه. خب گزینه همه افزایش. حالا چقدر افزایش پیدا کرد؟ از 1.2 رفته بالا، یعنی معادل 20%. قطعا گزینه درست گزینه شماره 2 خواهد شد. اما اگر یادتون نیومد، فرمول داشتیم x برابر است با تغییرات سرعت به سرعت اولیه ضرب در 100. الان اگه جاگذاری کنید میشه 0.2 V1 تقسیم بر V1 ضرب در 100، حاصل برابر میشه با 20% افزایش که گزینه شماره 2 به دست اومد.